خب نکته ای که ممکنه بهش بر بخوریم اینه که آقا یه مشکلی توی این دیزاین ها وجود داره من وقتی میام یه دیزاینی رو انتخاب میکنم من مد نظرم اینه صفحه یک کدوم یه دیزاین داشته باشه صفحه سه و چهارم هم یه دیزاین پنجم هم یه دیزاین میام اینو انتخاب میکنم همه اینا میشن این بعد میرم صفحه سه اینو انتخاب میکنم همشون میشن اینی که الان انتخاب کردم من مد نظرم این نیست دیگه خب برای این چرا حلی پیشنهاد میدیم برای این کار چندین تا راه وجود داره یکی اینکه تک به تک راه اول و الان با هم دیگه بریم جلو الان من داخل اسلاید یکم عوض این که روی این مثلا روی این کلیک بکنم کلیک چپ رو انجام بدم و اعمال بشه کلیک راست میکنم اینجا از من سوال میپرسه میگه میخوای رو همه ای اسلایدها اعمال کنی میگم نه میگه اپلای تو Select د رو اونی که سلکت کردم اعمال کن اوکی میکنم بله فقط رو این اعمال شو. حالا نکته جالبش میدونین چیه میشه هم اینو گرفت هم پایینی رو چجوری دکمه کنترل رو نگه میدارم میام پایینی رو انتخاب میکنم اگه دقت کنیم میبینین تو این پنل دور این دوتا یه کادر کشید حالا اگه بیام روی این انتخاب کنم بزنم اپلای تو سلیکتد سلایدز این دوتا رو اعمال میکنه چرا شما این دوتا رو سلیک کرد؟ و حتی چون سلیک کردم لازم نیست کلیک راست کنم بزنم اپلای تو سلیکتد سلایدز این راه دومی بود که میخواستم بگم کافیه رو این کلیک کنم رو همین دوتا فقط تغییر رو اعمال میکنه چرا از کجا میفهمه؟ از اونجایی که من فقط این دوتا رو ت... سلکت کردم حالا مثلا من اینو میزنم فقط روی این دوتا اعمال میشه خب برای 3 و 4 چی؟ برای 3 و 4 همینطور من میخوام 3 و 4 هم شبیه هم باشه هم میتونم این دوتا رو کلیک کنم هم میتونم تک تک بیام 3 رو مثلا میخوام از این استفاده کنم میام میدونم Apply to selected slides بعدی رو میخوام از این استفاده کنم Apply to selected slides حالا این سلایت خیلی مشخص نیست یه چیزی که خیلی مشخص تر باشه مثلا این بعدی رو میرم از یه تم دیگه استفاده میکنم مثلا این سلکتد بسلکت الان من پنج تا اسلاید دارم این دوتا شبیه همدیگه است تمشون این یه تم جداست این یه تم جداست این هم یه تم جداست پس این اون معزلی که ما میومدیم کلیک میکردیم واسه همه اعمال میشد رفت شد واسه اینا هم دقیقا همینطور اگه من بخوام مثلا برای این یه ورینتی انتخاب کنم میتونم بگم آقا فقط برای این لطفا بیا این ورینت رو اعمال کن فقط هم برای این میاد اعمال میکن برای بکگراند چی؟ فرمت بکگراند برای فرمت بکگراند هم دقیقا میشه همین کارو کرد اما یه نکته یا یادمون رفته ما وقتی میومدیم از این رو از بین ببریم ما وقتی میومدیم اومدیم یه رنگی و مثلا انتخاب میکردیم اینجا خودش از اتوماتیک برای این صفحه اعمال میکرد کرد مثلا کاری نداشت با صفحه های دیگه مگر اینکه ما می اومدیم اپلای تو آل رو می زدیم. پس اگه بخوایم تکی انجام بدیم که فقط کافیه بریم تکی روش و این تغییرات رو اعمال بکنیم اگه بخوایم رو همش اعمال شه میتونیم اپلای تو آل رو بزنیم اما اما نکته که هست بزنیم همه اینها رو بیایم رو معمولی قرار بدیم الان همشون رو اینگی کنیم اپلای توال اما نکته ای که هست اینه که یکی ممکنه بگه آقا من بیکار که نیستم میخوام این ستا رو انجام بدم شما میگی بیا ستاره تک تک برو نارنجی کن میگم نه یه راه راحت تر برای این وجود داره میتونیم ستا رو سلکت کنیم دکمه کنترل رو نگه داشتم سلکت کردم حالا میام تو فرمت بگراند میگم آقا اینا رو مثلا سبز کن ستاش همزمان سبز میشه دیگه نیازی نیست من اینجا دکمه اپلای تو آل رو بزنم ستاش با هم دیگه سبز شد این دوتا نارنجی باقی موند اما یکی دیگه از کامند هایی که داخل گروه اسلاید بود و قرار شد که جلوتر بهش اشاره بکنیم و الان میخوایم بهش اشاره بکنیم این کامند سکشنه توی ورد هم داشتیم تو پاورپوینت هم داریم تو اکسل هم هست ما میتونیم اسلاید هامون رو سکشن بندی بکنیم مثلا فرض کنیم من یه ارائه دارم میدم راجع به ورزش ها خب سه صفحه اولم راجع به ورزش فوتباله میتونم بیام این ستا رو انتخاب بکنم سکشن رو بزنم بزنم اد سکشن خب بالای اینا یه سکشن ایجاد کرد میگه اسمش چی باشه مثلا من میگم ورزش فوتبال اوکی اضافه حالا میان روی اسلاید چهارم وای میستم میگم آقا اینجا شروع سکشن بعدیه از سکشن رو میزنم مثلا این دوتا راجع ورزش والیباله میزنم ورزش والیبال خب چه تفاوتی ایجاد شد؟ تفاوت اول اینه که اینجا نوشت برای من و من خیلی راحت تر میتونم ارتباط برقرار کنم دومین تفاوتی که داره که اگر تعداد اسلاید های من زیاد بشه یا کلن حوصله سربر باشه واسه من آقا من ورزش فوتبال درست کردم دیگه دیگه نمیخوام ببینمشون فقط کافیه اینو بزنم اینجا کوچیک میشه الان مشغول درست کردن ورزش والیبالم یا اسلایدای ورزش والیبال هم درست کردم اینم میزنم بسته بشه چه بازش کنم کافی رو این فلش یه بار بزنم باز بشه و میتونم به راحتی توش تغییرات اعمال بکنم نکته بعدی و پایانی که میخوایم تو این ویدیو بهش اشاره بکنیم اینه که ما میتونیم لی اوت ها رو انتخاب بکنیم برای یه سری اسلاید الان مثلا من بیام اینجا لی اوت رو بزنم سیکشن هدر اینه که سیکشن هدر نشد بله دقیقا مثل همین دوتا کاری که کردیم قبل از این میتونیم دکمه کنترل رو نگه داریم این کلا دکمه کنترل رو نگه داشتن الان دو جای مختلف تجربهش کردیم این سوم اینجا باعث میشه که ما ستا رو همزمان با هم دیگه انتخاب بکنیم و هر تغییری که اعمال بکنیم رو هر ستاش اعمال میشه من الان میام رو هر ستاش میزنم تایتل اسلاید الان هر ستاشون شدن تایتل اسلاید یا میام این دوتا رو انتخاب میکنم لیاوتشون رو مثلا میکنم کامپرش الان هم این هم این هم, هم چهار و هم پنج لیاوتشون یکی شد پس متوجه شدیم که چطور میتونیم به صورت گروهی تغییرات تم فرمت بکگراند و همچنین لیاوت رو اعمال بکنیم و برای اینکه کارمون راحت تر بشه میتونیم سکشن بندی رو انجام بدیم